بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای مهربان. بچه های گلم سلام، حالتون خوبه؟ امیدوارم حالتون خوب باشه، روز خوبی رو شروع کرده باشید و روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشید. امروز قراره از مباحث توان و جذر و آمار و احتمال پایه هشتم یه سری حل تمرین داشته باشیم. امیدوارم مشکلاتی که تو این دو فصل دارید امروز حل بشه. با ما همراه باشید که سریع بریم سراغ حل سوالات که وقت کم نیاریم. یکی از مهمترین سوالاتی که بچه ها اکثرا مشکل دارن، بچه ها توی این فصل محور هستش. برای اینکه بتونیم اعداد رو روی محور نشون بدیم، به چیزهایی که میگم خوب دقت کنید که مشکلتون رفع بشه. بچه وقتی میخوایم این سوال رو روی محور حل بکنیم و رسمش بکنیم، به چند نکته دقت کنید. این خطی که اینجا داریم، این نقطه یکمون میشه نقطه شروعمون. دقت کنید، نقطه یکمون نقطه شروعمونه. خب مثبت میشه چی؟ جهتمون. بچه ها این رادیکال دو قسمت فیثاغورسی ما هستش که باید بهش دقت کنید. خب یعنی چی؟ بریم سراغ حلش تا بهتر متوجه بشید. یه محور میکشیم. خب نقطه یک نقطه شروعمونه، باید نقطه یک رو روی محور نشون بدیم. نقطه یک رو پیدا میکنیم. از نقطه یک به سمت مثبت میریم بچه، چون جهت مثبته. به سمت مثبت میریم بچه. چند تا باید بریم؟ برای اینکه بفهمیم چند تا باید بریم، باید روی رادیکال دو یک کاری انجام بدیم. میگیم رادیکال دو ما بین چند و چنده بچه ها؟ رادیکال دو بین رادیکال یک و رادیکال چهاره، چون دو تا عدد یک و چهار جذر کامل دارن. بعد میم جذر یک رو میگیریم و جذر چهار هم میگیریم. جذر یک میشه یک، جذر چهار هم میشه دو. پس رادیکال یک میدونیم بین رادیکال دو میدونیم بین یک و دو قرار داره. به خاطر همین این قسمتی که توی این قسمت کوچکتر رو انتخاب میکنیم، همیشه این قسمت میشه قاعده مثلث ما. یعنی از نقطه یک که شروع کردیم باید چند تا بریم؟ به تعداد این. که اینو از کجا میفهمیم؟ از این قسمت. یعنی باید یه دونه حرکت کنیم به سمت مثبت ها، یه دونه به سمت مثبت میریم از نقطه یکمون. بعد میایم چیکار میکنیم بچه ها؟ میایم از این نقطه یه مثلث رسم میکنیم، یه مثلثی که اینجا حتما باید زاویه تندمون ایجاد بشه. بچه به این نکته خیلی خوب دقت بکنید، این قسمت هم زاویه قائممون میشه. پس یه دونه رو از کجا فهمیدیم؟ از اینجایی که رادیکال یک قبلش عدد یک وجود داره. خب بعد باید چیکار بکنیم بچه ها؟ باید کمان بزنیم. چطوری کمان میزنیم؟ اگه اینو نقطه پرگارتون در نظر بگیرید، کمان دایره ایمون از این قسمت میشه. پس من یه کمان میزنم در این حد. بعد دقت بکنید، یه نکته هم بگم، شما باید حتما چک کنید که رادیکال دو آیا ایجاد شده. میگم اینجا یکه، اینجا هم یکه. اگه فیثاغورس براش بنویسم اینجا یک اینجا یک، چه اتفاقی میفته بچه ها؟ برای فیثاغورس اینجا x باشه، اینجا یکه، ارتفاع هم ما همیشه یک در نظر میگیریم. خب اگه فیثاغورسش رو من براتون بنویسم، اینجا x2 میشه 1 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2، پس x2 میشود 1 به علاوه 1، پس x2 میشود 2، پس x میشود رادیکال 2. پس چون به رادیکال 2 رسیدیم، پس همینجا کمانمون رو میزنیم. پس بچه این نقطه‌ای که الان اینجا پیدا شد، نقطه یک به علاوه یه رادیکال دو هستش. اگر سوالی دارید حتما بچه بپرسید که بریم سراغ سوال بعدی. خب فعلا انگاری که سوال خاصی نیست. بریم پایین بچه ببینیم سوال بعدی چیه. برای قسمت B این سوال بچه ها، من عدد منفی رادیکال 3 رو در نظر گرفتم، میخوام اینو روی محور رسم بکنم. شاید بعضی بگن خب الان نقطه شروعمون بچه ها اینجا چنده؟ نقطه شروع نداره، پس میتونم خودم اینجا یه صفر بذارم. نقطه شروع من میشه چی بچه ها؟ نقطه شروع من میشه صفر. خب اون منفی رادیکال 3 چی میگه؟ منفی میگه، یعنی برو به سمت منفی ها. رادیکال 3 قسمت فیثاغورسی ماه که باید پیداش بکنیم. خب یه محور رسم میکنیم دوباره. اینجا صفر، یک، دو، سه،
اینجا منفی 1 و منفی 2. خب بچه ها میگم از نقطه صفر باید شروع بکنیم. خب الان صفر ما توی این نقطه قرار داره، این نقطه شروع ما. از این نقطه باید بریم به سمت منفی. چرا؟ چون گفتیم این نقطه شروعه، این منفی یعنی جهتمون منفی باشه. خب از نقطه صفر میریم به سمت منفی ها. حالا باید ببینیم چند تا بریم. این رادیکال 3 داره به ما میگه که چند تا باید بریم. رادیکال 3 بچه ها بین چند و چند قرار داره؟ رادیکال 3 بین رادیکال 1 و رادیکال 4، یعنی 1 و 2. خب من گفتم همیشه این عدد برای ما مهمه، پس 1 میشه قاعده مثلثمون. پس من از نقطه صفر به سمت منفی ها میرم چند تا؟ یه دونه میرم. خب همینجا اینجا باز زاویه تندمون ایجاد شه بچه، نقطه شروعمون زاویه تنده. خب اینجا 1، اینجا هم 1، همیشه گفتم 1 در نظر میگیریم. خب بازم فیثاغورس بچه ها بریم به چی میرسیم؟ رادیکال 2، ولی اینجا به ما داده رادیکال 3. پس ما باید چیکار بکنیم؟ باید با یه دونه حلزونی اینو ببریم بالاتر. پس وقتی اینجا رادیکال 2ه، برای اینکه به رادیکال 3 برسیم من میام چیکار میکنم؟ یه مثلث دیگه روی این رسم میکنم که بتونیم راحت تر اینو حل بکنیم. خب برای این من بیام از یه رنگ دیگه استفاده کنم براتون، با قرمز رسم میکنم. خب مثلث بعدی رو این بالا میکشم و اینم زاویه قائمم. خب الان رادیکال 2 اینجا 1 بچه‌ها، پس بعدیش میشه رادیکال 3. اینو تو نکات کلیدی داشتیم، اگر رادیکال 2 باشه و بعدی 1 باشه بعدی میشه رادیکال 3، دوباره بعدی رادیکال 4، که ما اینجا فعلا تا رادیکال 3 میخواستیم که بهش رسیدیم. خب حالا چیکار میکنیم بچه ها؟ کافیه یه دونه کمان بزنیم که نقطمون رو پیدا بکنیم. این نقطه‌ای که اینجا پیدا کردیم از اینجا باید کمان بزنیم. خب چطوری؟ میایم میگیم که اگر اینجا نقطه شروعمون باشه و پرگارمون رو باز میکنیم به این حد، بعد کمان میزنیم. خب یه کمان من میزنم از اینجا به این صورت. خب بذارید رنگش رو عوض بکنم که مشکلمون حل بشه. خب با یه رنگ سبز یه کمان میزنم از اینجا. جهتتون بچه ها چون منفی، حتما باید اون ور کمان رو بزنید و چون اینجا زاویه تندمونه این ور کمانمون ایجاد میشه. خب اینجا نقطه صفر بود، اینجا منفی یه، که پس این نقطه منفی رادیکال 3 توی اینجا ایجاد میشه. پس این نقطه میشه نقطه منفی رادیکال 3. اینم از سوال دوم. خب یه سوال اینجا داریم. خب مبینه سوال پرسیده که اگه منفی بود نمیشه گفتن که بیشتر کردش که یه جاهای، چرا بچه ها ارتفاع رو بعضی جاها میتونیم بیشتر بگیریم، مثلا اینجا رو 2 بگیریم اینجا رو 1، ولی اگه دقت کنید توی این سوال 2 بگیریم 1 بگیریم، 2 تا 4 تا با اون یکی میشه 5 تا دیگه از اون چیزی که ما میخواستیم بیشتر میشه. به خاطر همین اصولا بهتره این کارو نکنیم دیگه. همین سوال دیگه فعلا بود فکر میکنم. خب پس یادتون باشه اگر بیشتر از 1 بگیرید بعضی سوالا میشه حلش کرد، بعضی سوالا نمیشه. گفتم دیگه اگر توی اینجا با فیثاغورس من 1 بذارم قابل قبوله، ولی اگر بخوام عددی مثل 2 بذارم اینجا جواب نمیگیرم. x2 میشه 1 به توان 2، 1 به توان 2، پس x2 میشود 1 به علاوه 1 که میشه 2 و x میشه رادیکال 2. دقت کنید اگر اینجا به رادیکال 2 برسم باز باید برم تا به رادیکال 3 برسم. اگر شما بخواید ارتفاع رو بیشتر از 1 بگیرید نمیشه. چرا؟ چون اینجا 1 اینجا 2 باشه میرسید به 5 که سوال اینو از ما نخواسته. خب بریم سراغ قسمت بعدی. فکر میکنم من این قسمت هم بگم دیگه سوالاتی که دارید رفت بشه. میرسیم به قسمت جیم. بچه این سوال دقت بکنید، رادیکال 17 منهای 2. شما توی این سوال باید یه کاری اول انجام بدید، اول باید عدد رو بیارید اول بعد رادیکال رو بیارید. خب پس من یه مساوی بذارم این سوال رو اول درستش بکنیم بعد بریم سراغ حلش. خب این سوال پس درسترش این بود که اول عدد رو بنویسه بعد رادیکال رو. خب اگه دقت بکنید الان بعضی فکر می‌کنن اینو باید بنویسن 2 منهای رادیکال 17، در حالی که اینجوری نیستش. چرا؟ چون هر عدد علامتش بچه ها پشتشه،
یعنی دو منفیه، پس منفی دو رو اینجا می نویسم، رادیکال 17 پشتش علامتی نداره، یعنی چیه بچه ها؟ یعنی مثبته. پس میشه مثبت رادیکال 17. خب الان به فرمت سواله الف و بی که خواستیم در آوردیمش، خیلی راحت میتونیم الان حلش بکنیم. خب دوباره چی کار میکنیم بچه ها؟ باید اینو براش محور رسم بکنیم. خب محورمون رو میخواییم رسم بکنیم. برای رسم محور میایم اول این نقطه نقطه شروعمونه، این مثبت جهت رو به شما داره میگه، یعنی برید به سمت مثبت ها. رادیکال 17 به شما داره میگه که باید فیثاغورسی که حل میکنید به رادیکال 17 برسید، اگه نرسیدید میتونید با حلزونی ادامش بدید تا برسید. خب منفی 2 رو من پیدا بکنم، من اول یه محور رسم میکنم، منفی 2 نقطه شروعم رو پیدا میکنم، 0 منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4. خب این برم 1 و 2 و 3. بچه منفی 2 نقطه شروع منه، یعنی اینجا نقطه شروع منه. من رنگو عوض بکنم که بهتر متوجه بشیم. خب منفی 2 نقطه شروع منه که اینجاست. از منفی 2 شروع میکنم میرم به سمت مثبت ها، پس باید بیام این بر. خب چند تا بیام؟ این رادیکال 17 داره به من راهو نشون میده. بچه رادیکال 17 بین چی و چیه؟ بین رادیکال 16 و رادیکال 25. باید دوتا عدد که اینجا می‌نویسید جذر کامل داشته باشه. خب رادیکال 16 میشه چند؟ 4 دیگه. گفتم این عدد به دردمون نمیخوره. قاعده مثلثمون الان میشه این عددی که اینجا نوشتیم که رادیکال 16 یعنی همون 4 هستش. خب پس 4 تا باید برم به سمت مثبت. از نقطه منفی 2 شروع میکنم، میرم به سمت مثبت ها. چند تا بچه ها؟ 4 تا. 1 2 3 4. خب الان اینجا زاویه تند من ایجاد میشه. بچه ها دقت کنید، از اینجا مستقیم نبرید بالا، نقطه شروعتون زاویه تند شما هستش. اینو از اینجا تا اینجایی که دادم بعد مثلث رسم کنم. خب چطوری؟ این یه مثلث، این یه مثلث قائم الزاویه که اینجا باید حتما قائمه باشه و 4 تا هم از اینجا فهمیدیم، چون رادیکال 17 کوچیک قبل ترش 4 بود. خب این 4ه. بچه من گفتم اینجا رو سعی کنید 1 بذارید، بازم اگه 1 بذاریم به جواب میرسیم دیگه، نیازی نیست بریم سراغ عددهای دیگه. خب اینجا رو x میذاریم، براش فیثاغورس بنویسیم بچه ها سری. اگر فیثاغورس بنویسید جوابی که داریم چنده؟ خب x دو میشود 4 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2، پس x2 می شود 16 به علاوه 1، پس x2 می شود 17، پس x می شود رادیکال 17. پس با توجه به این چیزی که نوشتم الان پیدا کردیمش. خب حالا از این نقطه‌ای که پیدا کردیم باید پرگارمون رو اینقدر باز بکنیم و کمان بزنیم. کمان همیشه گفتم چون جهت مثبته باید پشت این خط صاف بزنیم. خب کمان می‌زنیم بچه‌ها از اینجا، این نقطه‌ای که اینجا پیدا میشه میشه نقطه منفی 2، منفی 2 به علاوه رادیکال 17. خب ببینیم سوال چی پرسیدید بچه‌ها. خب خب دوستتون میپرسه که چرا اون زل 1 شد؟ بچه ما ارتفاع رو همیشه 1 بگیریم بهتره، مگر اینکه یه جاهایی بشه حلش کرد. قاعده رو گفتن که چرا حالا چه عددی میگیریم؟ قاعده رو بچه ها گفتم رادیکال 17 قبلش جذر کامل 16، پس 4. پس شما باید 4 تا برید به سمت مثبت. به خاطر همین من قاعده رو 4 گرفتم و تو سوال قبلی قاعده رو 1 گرفتم. شما پس به قسمت رادیکالی دقت کنید تا بفهمید که چند تا باید برید. حالا به کدوم سمت بریم هم از این قسمت مثبت میفهمیم که باید بریم به سمت مثبت 4 تا. وقتی رفتیم اینجا خط قائم رو رسم میکنیم و مثلث، بعد فیثاغورسش رو مینویسیم. اگر به اون چیزی که میخواستیم یعنی 17 رسیدیم که دیگه تمومه، کمان میزنیم. اگر نه با حلزونی ادامش میدیم. خب اگر سوال دیگه هست بگید. گفتن که نمیشه دوباره توضیح بدید. بچه های گل وقتمون کم میاد. من سعی میکنم حالا تو قالب سوال بعدی یه کوچولو بگم. خب
سوال دوم بچه‌ها همون مشابه همون سواله، فقط اینجا برعکسه، به ما محور رو داده، فقط از ما میخواد که ما چکار بکنیم. اینجا بنویسیم که این نقطه A که اینجا هست بچه‌ها چه نقطه‌ایه. خب دقت بکنید که چکار باید بکنیم. من این نقطه A رو که اینجا دارم میخوام حل بکنم، این الفم، این ب. دقت کنید بچه‌ها توی حل این سوال، اول من نقطه شروع هم اینجاست بچه‌ها، ببینید نقطه شروع هم اینجاست. خب پس میتونم بنویسم سری چی؟ مینویسم دو. بچه‌ها از اینجا داره به سمت مثبت میره یا منفی؟ به سمت مثبت میره، اینور مثبته. پس سری میگم دو به علاوه. خب حالا میرسیم به چی بچه‌ها؟ این که ببینیم قاعده و ارتفاع چقدره و فیثاغورس حل کنیم، یعنی دو به علاوه رادیکال اینو داریم اینجا. پس شد دو به سمت مثبت رفته مثبت، میخوایم ببینیم فیثاغورسیش رادیکالش چه عددی. برای اینکه حل کنیم، خب قاعدهش که مشخصه بچه‌ها، چند واحد رفته؟ یک، دو. خب دو تا قاعده داریم. ارتفاع هم گفتم بچه‌ها همیشه یک در نظر بگیرید، مگر اینکه تو این سوال خودش ارتفاع رو بهتون عدد دیگه ای داده باشه. خب دو رو داریم، یک رو داریم. من میخوام فیثاغورس حل کنم ببینم این شعاع دایره‌مون که براش کمان زده چقدره. اینجا رو بچه‌ها چجوری پیدا می‌کنیم؟ با فیثاغورس میگیم اینجا دوه، اینجا یکه. پس x چجوری به دست میاد؟ خب برای حلش من این پایین بنویسم، میگم که x دو میشود، دو به توان دو، دو مال این قاعده مثلثمونه. ارتفاع هم که گفتم یک در نظر بگیرید چون نداده به ما. x2 می شود 4 به علاوه 1، پس x2 می شود 5، پس x می شود رادیکال 5. خب الان xمون میشه رادیکال 5، پس کافیه اینجا بذارم رادیکال 5. پس نقطه A من توی این سوال شد 2 به علاوه رادیکال 5. یکی دیگه حل کنیم که دیگه مشکلتون کامل رفع بشه. برای حل این سوال بچه ها دوباره نقطه A رو داریم، میخوایم اینو حل بکنیم. بچه ها به من بگید الان من باید چیکار بکنم؟ اون سه تا چیزی که گفتم رو باید دقت کنیم، نقطه شروع، جهت و قسمت رادیکالی با فیثاغورس باید حل بشه. خب الان نمیدونم ببینم سوال چیزی هست. میگن که تصویر یه جوریه، چجوریه؟ این یکی رو حل بکنیم، بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. برای حل قسمت به بچه دوباره نقطه شروع رو باید پیدا کنیم، جهت رو پیدا کنیم و رادیکال رو. الان توی این سوال بچه نقطه شروعمون چنده؟ اینجاست دیگه، اونجایی که زاویه تند ایجاد میشه اونجا میشه نقطه شروع ما. پس نقطه شروعمون منفی 1، پس می‌نویسم منفی 1. بچه این نقطه A رو دارم پیدا میکنم، یعنی اینجا. خب میشه نقطه شروع منفی 1. بچه جهت مثبت رفته، منفی رفته، کجا رفته؟ چون به سمت اینور رفته اینور میشه منفی دیگه، اگه اینوری میرفت میشد مثبت. خب چون به سمت منفی رفته میگم منفیه. قسمت رادیکالیش هم پیدا میکنم. چطوری پیدا میکنم؟ بازم قاعده مثلث و ارتفاع مثلث رو باید داشته باشیم، براش فیثاغورس بنویسیم اینجا پیدا بشه. خب بچه از روی اینجا میفهمیم اینجا چند تاست؟ 3 تاست. اینجا چند تاست؟ 1. خب الان ایکستون رو خیلی راحت میتونید پیدا بکنید. برای اینکه ایکس رو پیدا بکنیم میگم که ایکس دو من میشود 3 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2. پس ایکس دو میشود 9 به علاوه 1، ایکس دو میشود 10، پس ایکس میشود رادیکال 10. پس کافیه فقط تو اینجا بذارم رادیکال 10. ببینیم سوال چی پرسیدن بچه ها. گفتن که منفی، آفرین، اون قسمتی که پرسیدم. گفتن تصویر نیست، امیرعلی گفته بله. مبینه آفرین حل کرده سوال، گفته رادیکال ده، خیلی هم درسته، خیلی آفرین. دریا گفته که مثبت، اگه منظور قسمت ب باشه، اگه الف بوده باشه بله کاملا درسته. ارشیا گفته که صدا قطع و وصل میشه. ارشیا جان نمیدونم، شاید نتت ضعیفه، یه ذره جابجا شو، شاید صدا دوباره درست بشه. خب بچه امیدوارم توی این سوالا رسم عدد رادیکالی رو روی محور یا برعکسش رو یاد گرفته باشید. بریم سراغ سوال بعد. اگر سوال دیگه هم هست بله. ادامه میدیم بچه ها. واسه سوال سوم که داریم
یکی از سوالای مهم امتحانی، بچه همه این سوالایی که اینجا طرح شده همه سوالای امتحانی هستن که معلماتون 100% خواهند داد و باشون آشنایی دارید و اگر دوباره اینها رو تمرین بکنید مطمئنم مشکلاتتون رفع خواهد شد. برای حاصل تساوی های زیرو بنویسید، بچه این سوال دقت بکنید، قسمت الفش من یه رادیکال 100 ضرب در 64 دارم، میخوام این سوال حل بکنم. بچه توی این سوال من میدونم طبق یه نکته‌ای که توی ریاضی یاد گرفتیم، اگر اعداد رادیکالیتون بینش ضرب باشه، شما یه قابلیت دارید که میتونید رادیکال ها رو از هم جدا بکنید. پس یه فرمول داریم، من اینجا براتون می‌نویسم، اگر آب به این فرم باشه شما میتونید اینها رو از هم بشکنید جدا کنید، بنویسید رادیکال آ ضرب در رادیکال بی. خب پس اگر ای بی داخل رادیکال ضرب شده بود میتونید رادیکال ها رو بشکنید از هم جدا بکنید. خب اینجا هم ضربه، پس من میتونم همین کار رو با این عددم انجام بدم. پس رادیکال 100 ضرب در رادیکال 64. ببینید پس رادیکال ها رو شکستم، دو تا رادیکال جدا نوشتم. خب الان رادیکال 100 رو خیلی ساده میدونیم که جوابش چند میشه. بچه ها رادیکال 100 جذرش میشه چند؟ میشه 10. رادیکال 64 هم میشه 8، چون 8 8 میشه 64 تا. خب کافیه 10 ضرب در 8 رو پیدا بکنیم، 10 ضرب در 8 میشه 80. این جواب سوال الف هستش. به همین سادگی پس تونستیم ضرب رو حل بکنیم. اگه دقت کنید من یه سوال دیگه هم اینجا نوشتم که این سوال بینش تفریق. بچه‌ها میخوام ببینم آیا تفریقم میتونم بشکنم و حلش بکنم. این سوال جوابش چیه بچه‌ها به نظرتون؟ بله الف 80 کاملا درست حل کردی مبین جان. البته خب صبحان گفته 80 کاملا درست، دریا گفته قسمت بعدی رو حل کرده. دریا جان واسه ما به هم برسیم به اون چیزی که شما رسیدی. مبین ب رو حل کرده، گفته که میشه 6. بریم ببینیم درست حل کرده یا نه. خب برای حل این سوال میگی منفیه، پس ما نمیتونیم این رو از هم بشکنیم، باید اول از هم کمشون بکنیم. پس شما اول میایید 100 و منهای 64 میکنید، میرسید به جواب چند بچه ها؟ 36 درسته؟ پس اینجا میشه 36. پس شما باید جذر 36 رو حساب بکنید، جذر 36 هم میشود 6. پس با توجه به اون نکته‌ای که دوستتون گفته بود، مبین گفته بود 6 و حنان هم گفته بود 6، کاملا درسته بچه‌ها، آفرین به شما. خب همین سوال رو تو قالب قسمت پ و ت هم مطرح کردم، الان سریع خودتون حل کنید، به من بگید که قسمت پ و ت جواب چی میشه. خب قسمت مبینا گفته 12، مبینم گفته 12، همه گفتید 12، ببینیم درست حل کردید. خب اول میمی سوال رو حل کنیم. قسمت پ من میگم که دوباره ضرب، بچه ها قابلیت رو داریم که رادیکال ها رو بشکنیم از هم جدا کنیم. پس من سریع میگم که این میشه چی بچه ها؟ رادیکال 16 ضرب در رادیکال 9، از هم جدا میکنم بچه ها چون بینشون ضربه. خب رادیکال 16 جذر 16 میشه چند بچه ها؟ میشه 4 و جذر 9 هم میشه 3. پس کافی این دوتا رو در هم ضرب کنیم که جواب میشه 12. آفرین به شما که هر دوتاتون درست حل کرده بودید این سوال رو. خب الان واسه قسمت ت همین سواله، فقط بینش جمعه، آیا اینجا باید از شکستن استفاده بکنیم یا نه؟ خب اینجا بازم میگیم تو جمع و تفریق بچه ها شما اول اولویت اینه که جمع و تفریق رو حل بکنید. پس اول 16 با 9 جمع میکنیم بعد جذر میگیریم. به این نکته خیلی دقت بکنید. خب من میگم اولویت اول اینه که شما 16 رو با 9 جمع کنید، جواب میشه 25. حالا جذر 25 میشود چند؟ 5. پس قسمت ت جواب 5. خب میرسیم به سوالات یکمی پیچیده تر. قسمت سر و قسمت جیم رو داریم. قسمت سه حالا هم ضرب داره هم تقسیم، که یه جورایی ترکیبی از قسمت الف و پ هستش. بریم با هم دیگه حل بکنیم، البته شما اگه زودتر حل کنید من بچه ممنون میشم ازتون. خب
قسمت 3 رو می‌خوایم حل بکنیم. برای قسمت 3 بچه دوباره جذر وقتی که داریم ضرب و تقسیم قابلیت داریم که اینها رو بشکنیم از هم جدا بکنیم. خب من الان جذر 9 رو میتونم جدا بگم، 64 رو جدا بگم، 49 هم جدا بگم. یه جورایی در اصل این سوال اینجوریه که شما خیلی راحت میتونید اینطوری حلش بکنید. رادیکال 9 اینجاست، 64 اینجاست و 49 هم اینجا. از هم جداشون کردم که خیلی راحت بتونم حلشون بکنم. خب جذر 9 میشه 3، ضرب دره 64 هم که میشه 8، پایینم 49 میشه 7. درسته؟ خب حالا میگیم 3 8 تا 24 به روی 7. اینم جواب قسمت 3 هستش. امیدوارم سوالی نداشته باشید که فعلا سوالی نیست. خب قسمت جیم هم حل بکنیم که این مپس این سوال تموم بشه. خب بچه جذر یه عدد اعشاری رو وقتی میخواید پیدا بکنید چیکار باید بکنید؟ میگم اول اعشارش رو اصلا بردارید، یا میتونید به صورت کسری بنویسید، یا میتونید بدون اعشار حلش بکنید. برای حل این سوال بچه 169 چند تا میشه 169 تا که جذر کامل داشته باشه؟ میشه 13 تا. درسته؟ خب پس من جذر این عدد رو میگیرم 13. بعد میگم چون دوتا اعشار داره، من وقتی جذر میگیرم اعشار نصف میشه، پس یه دونه رقم اعشار میزنم میشه 1.3. این منفی هم پشت رادیکاله پس میذارم، پس جواب میشه منفی 1.3. میتونم یه جور دیگه حلش بکنم. بچه ها چطوری؟ میتونم برای حل این سوال اول بیام بگم 169 صدم. خب جذر صورت رو جدا بگیرم، جذر مخرجم جدا، 169 میشه 13، صدم میشه 10، پس میشه 13 دهم یا 1.3. اینم از این. با دو روش قسمت جیم رو هم براتون حل کردم. خب بریم سراغ سوال بعد. سوال بعد سوال 4 هستش که میخوایم حاصل عبارت‌های زیر رو به دست بیاریم. بچه‌ها خیلی ساده است، اینها رو پای هفتم هم داشتید. اول منفی 5 به توان 2 رو حل می‌کنیم که منفی 5 به توان 2 چون منفیش هم داخل رادیکال داخل پرانتز هست، منفی به توان زوج برسه میشه مثبت 5، 5 تا میشه 25 تا. خب این شد مثبت 25. این برم 3 تا میشه چی بچه ها؟ این هم میشه 9 تا. خب مثبت 15 با مثبت 25 با مثبت 9 میشود 34. این از الف. خب فعلا سوالی نیست. قسمت ب رو بگم بچه ها. اکثرتون توی قسمت هایی که کسری میشه یا اعشاری بیشتر مشکل دارید، دقت بکنید. اینجا 3 به توان 2 3 تا که میشه 9 تا. خب یک دوم به توان 3 رو اول اولویت با اینه که اینو حل کنیم، بعد از هم کم کنیم. خب یک دوم به توان 3 بچه هم 1 رو 3 بار در خودش ضرب کنید، هم 2 رو 3 بار در خودش ضرب کنید. اگه 1 رو 3 بار در خودش ضرب کنید میشه 1، 2 رو هم 3 بار در خودش ضرب کنید میشه 8. بچه نیاید بگید 2 3 تا 6 تا، این غلطه ها، اکثرا این بی‌دقتی ها دارید. خب 2 ضرب در 2 ضرب در 2 که میشه 8. کافیه 9 منهای 1 هشتم بکنید، 9 منهای 1 هشتم. خب چطوری حل میشه؟ باید بینشون مخرج مشترک بگیرید. خب یه مخرج 1 به این بدیم و سریع حلش بکنیم. خب یه مخرج 1 میدم، ضرب در 8، ضرب در 8، 9 8 72 تا منهای 1 میشه 71 به روی 8. خب پس جواب من شد 71 هشتم. اگر توی این قسمت سوالی دارید حتما سریع ازم بپرسید بچه. قسمت پ، خب توی قسمت پ مکعب 2 رو خواسته. مکعب 2 میشود یعنی 2 به توان 3 باید برسه بچه ها. مکعب یعنی به توان 3، یعنی 2 به توان 3 رو میخواد، مجذور به توان 2ه، پس 3 به توان 2 رو میخواد. خب اول مکعب 2 رو پیدا کنم، یعنی 2 به توان 3 که میشه چی بچه ها؟ 2 3 بار در خودش ضرب بشه میشه 8 منهای 3، مجذور بشه میشه 3 به توان 2، 3 به توان 2 میشه 3 3 تا 9 تا. خب 8 منهای 9 رو پیدا کنید دیگه. 8 منهای 9 میشه چی؟ بعضی میگن 1، بازم غلطه بچه. 8 منهای 9 میشه منفی 1. چرا؟ چون کم میکنیم با علامت عدد بزرگتر، چون 9 منفیه جواب باید بشه منفی 1. قسمت ت رو داریم. قسمت ت من میگم که خب تک تک حلشون بکنم.
اول میام میگم دو به توان دو اولویت با پرانتزه. توی اینجا دو به توان دو میشه چی؟ 4. 7 به توان 0 چی میشه بچه‌ها؟ هر عدد به توان 0 میشه 1. خب 4 رو منهای 1 بکنیم به چی میرسیم؟ 3. پس جواب کل پرانتزمون شد 3. بچه این ور اولویت با اینه که اول 3 به توان 2 رو حل کنیم، 3 6 تا 9 تا ضرب در 1/10 باید بشه. خب اول اولویت با این جمع یا ضرب بچه‌ها؟ اول با چیه؟ ضرب. پس ضرب میکنم 9 و ضرب در 1/10 میکنم، جواب میشه 9/10. آفرین. خب 9/10 و حالا با 3 جمع کنیم بچه‌ها بشه عددی میرسیم 3 به علاوه 9، این 3 با این قسمت صحیحش جمع میشه که میشه 3 ممیز 9. خب اینم جواب قسمت ت. خب برسیم به سوال بعدی، قسمت 3 رو داریم تا برسیم به سوالات بعدی. خب قسمت 3 بچه ها اینجا دقت کنید پرانتز داریم، دو تا توان در کنار هم قرار گرفتن. ما یه قانون داریم اگر دو تا توان کنار هم باشن میتونیم اونا رو در هم ضرب بکنیم. خب من میتونم 2 رو در 3 ضرب بکنم، خب چی میشه جواب بچه ها؟ 2 3 تا 6 تا. پس جواب میشه -2 به توان 6. خب -2 به توان 6 یادتون باشه چون این منفی داخل پرانتز هستش پس روی اون تاثیر میذاره. البته شاید بعضی بگم میتونیم اینجوری حل کنیم که اول -2 رو به توان 3 برسونیم بعد جواب رو به توان 2، اونجوری هم درسته، هیچ ایرادی نداره. خب -2 به توان 6 یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی 2 رو 6 بار در خودش ضرب کنیم. خب 2 ضرب در 2 ضرب در 2 اول میشه 8، اونورم 8 8 8 تا 64 تا. خب جواب مثبته یا منفی؟ چون منفی به توان زوج رسیده جواب مثبته، پس جوابتون شد مثبت 64. خب با توجه به اینکه سوالی نیست فکر میکنم متوجه قضیه شده باشید. بریم سوال 5 و 6 که خیلی سوالای مهمی هستن و اکثرتون یکم بی‌دقتی میکنید تو حل این سوالات. سوال 5 و 6 رو دقت بکنید بچه ها. اول گفتم که دو عدد طبیعی بین رادیکال 7 و رادیکال 21 بگید. وقتی شما بین دو تا عدد رادیکالی میخواد یه عدد طبیعی بگید، باید عددی بگید که جذر کامل داشته باشه. خب من اول می‌نویسم رادیکال 7، اینجا رادیکال 7، بعد اینجا هم رادیکال 21. خب دو تا عدد اگه پیدا کنید که جذر کامل داشته باشن، پس اینجا گفته طبیعی، به این نکته خیلی باید دقت بکنید، حتما باید جذر کامل داشته باشید. خب من میام عددی رو انتخاب میکنم که میگم بعد 7 8 رو داریم، 9 رو داریم. خب 9 خوبه دیگه، جذر کامل داره، پس 3 انتخاب خوبیه، یه عدد طبیعیه دیگه. چی بچه‌ها؟ بعد 9 10 رو داریم، 11 12 همینجوری میریم تا 16. رادیکال 16 هم جذر کامل داره چون میشه عدد 4. پس یادتون باشه دو عددی که من پیدا کردم 3 و 4، پس گفته دو عدد طبیعی، جوابتون میشه 3 و 4 چون هر دوتاشون جذر کامل دارن و بین این دوتا عدد قرار گرفتن. به این نکته دقت بکنید. اگه سوالی هست بپرسید بچه ها. سوال 6 گفته 5 تا عدد بین این دوتا پیدا کنید. بچه توی این سوال گفته 5 عدد، دیگه نگفته طبیعی، پس شما توی حل این سوال هر عددی بگید قابل قبول هستش. پس برای حل این سوال من اصلا احتیاجی نیست که بگردم اعداد رو پیدا کنم که جذر کامل داشته باشن. اول رادیکال 10 و رادیکال 16 رو بنویسیم. خب رادیکال 10 رادیکال 14. خب برای اینکه 5 تا عدد بینش پیدا بکنید بهتر چیکار کنید؟ اول دنبال اعدادی باشید که کلن عددی که میتونید رو بنویسید، چون گفته عدد دیگه، اصلا نیازی نیست که حتما طبیعی باشه. من میگم بعد 10 چه عددیه؟ 11 12 13 و بعدش میشه 14. خب الان من 3 تا عدد پیدا کردم ولی اینجا گفته 5 تا عدد. بچه میتونم اعدادم رو چکار بکنم؟ اعدادم رو بهش اعشار بدم، مثلا میشه 13 ممیز 1 یا 13 ممیز 2 یا همینطور ادامه بدید. هر عددی دوست دارید یا این بین میتونید بذارید یا این بین، هر عددی که دوست دارید میتونید توی سوال بذارید. چرا؟ چون تو سوال 6 گفته 5 تا عدد، مثل سوال 5 نیست که بگه طبیعی و نیازی نیست پس دنبال جذر کامل بگردید. خب الان سوال خاصی بچه ها ندارید، ادامه بدیم. خب یکی از سوال مهم دیگه ای که بچه داریم
اعداد رادیکالی رو میخوایم به صورت ضرب یک عدد طبیعی در یک رادیکال بنویسیم. بچه‌ها این سوال هم سوال مهمیه، مخصوصا سال نهم هم باهاش سر و کار داریم. سه تا عدد رو من اینجا براتون بنویسم. رادیکال 18 بعدی 75 و بعدی هم 72. خب من میخوام این سه تا رو حل بکنم. ببینید بچه ها، شما وقتی میخواید اینو حل بکنید که این نکته رو هم دقت کنید، ضرب یک عدد طبیعی در یک رادیکال، خب شما باید 18 رو براش جدول ضرب بگید که دو تا عدد به وجود بیاد که 100% یکیش جذر کامل داشته باشه یکیش هم حالا نداشته باشه. خب 18 چند تا بچه میشه؟ 18 تا. شاید بگید 3 6 تا میشه، 18 تا 2 9 تا میشه. کدوم اینجا انتخاب خوبیه؟ بچه انتخاب خوب 2 9 تاست. چرا؟ چون گفتم یکیش باید جذر کامل داشته باشه. خب پس من 2 9 تا رو انتخاب میکنم. حالا یه قانونی داشتیم که میتونیم توی ضرب رادیکال ها رو از هم بشکنیم جدا کنیم. پس 2 جدا میشه، رادیکال 9 هم جدا میشه. خب الان 9 و 2 رو داریم، جذر 9 جذر کامله، میشه چی بچه ها؟ میشه 3. رادیکال 2 دیگه جذر نداره. خب پس شد 3 و رادیکال 2. چطوری مینویسیم؟ مینویسیم 3 رادیکال 2. بهتر اول عدد طبیعی رو بنویسید بعد رادیکال که قشنگتر باشه. توی ریاضی همیشه این کار میکنیم. برای دومی دیگه الان فکر کنم فهمیدید، دومی رو بچه خودتون حل کنید و سومی رو به هم بگید. مخصوصا سومی توش یه نکته ریزی هم داره، دقت بکنید. اول برای 75 بگم، 75 بازم ضربای زیادی داره بچه ها، ولی ما دنبال اون ضربی هستیم که یکیش جذر کامل داشته باشه. خب من انتخابم عدد 3 تا 25 داست. 3 تا 25 تا میشه چی؟ میشه 75 تا. خب چطوریه؟ خوبه. چرا؟ چون 25 هم جذر کامل داره. پس اگر انتخاب دیگه ای به جز این داشته باشید غلطه. مثلا شاید بعضی بگم 15 ضرب در 5، 15 و 5 هیچ کدوم جذر کامل ندارن. خب پس انتخابم میشه 3 تا 25 تا. جذر 3 رو جدا میگیرم و 25 هم جدا. پس 3 جدا، 25 هم جدا. خب بچه ها 3 جذر نداره ولی 25 جذر داره. جذر 25 میشه چی بچه ها؟ میشه 5. پس می نویسم 5 رادیکال 3. اینم از قسمت بعدی. خب آخری رو قرار شد بهم بگید دیگه جوابش چی میشه. بچه ها فکر کنید سریع روش بهم بگید. خب من شروع میکنم، امیدوارم تا من بنویسم جواباتون رو داده باشید. برای حل رادیکال 72، رادیکال 72 بچه ها ضربای بازم زیادی داره. اینجا برای که بفهمیم چی در چی ضرب بشه که بشه 72، بعضی میگه 980 انتخاب خوبیه ولی بهترین انتخاب نیست. چرا؟ چون اگر من با 980 حل بکنم بعد به یه جایی میرسم که بازم میتونم جذر بگیرم. الان براتون حل میکنم، ولی اول روش درسترش رو بگم. روش درسترش اینه که شما برای 72 از 2 تا 36 تا استفاده بکنید. چرا؟ چون 36 یهو که جذرش رو بگیریم میشه 6 و رادیکال 2 هم به دست میاد. الان من با 98 هم بهتون میگم که ببینید قضیه چیه. خب رادیکال 2 رو جدا میکنم، 36 رو هم جدا میکنم. خب 2 جذر نداره ولی 36 جذر کامل داره. جذر 36 میشه 6. خب رادیکال 2 رو هم کنارش مینویسیم، پس میشه 6 رادیکال 2. خب اینجا یه سوالی که مطرح میشه بچه ها، رادیکال 72 بعضی میگن که خب من با 98 حل کنم آیا درست میشه؟ خب بریم ببینیم چی میشه. اگر با 98 برید، خب شاید بگید خب اینم خوبه دیگه، 9 که جذر کامل داره میشه 3 دیگه. خب پس میگیم 9 ضرب در رادیکال 8، خب اون موقع میشه 3 رادیکال 8، درسته؟ خب شاید بگید که خب چرا این دوتا الان جوابش یکی در نیومد؟ دلیلش اینه که بازم 8 رو شما میتونید ادامه بدید، بازم 8 رو میتونید بنویسید 2 4 تا 4 جذر کامل داره بچه ها. خب پس مینویسم اینو 3، 8 رو مینویسم 2 4 تا. دوباره این 4ش رو میشکنم، تبدیل میشه به جذر 4 و جذر 2. جذر 4 میشه 2، 2 در این 3 ضرب میشه، میشه 6 رادیکال 2. ببینید بازم به 6 رادیکال 2 میرسید، ولی اگه شما از این انتخاب استفاده بکنید خب خیلی کارتون راحت تره. برای اینکه این سوال رو راحت حل کنید پیشنهاد میکنم از تجزیه با نمودار درختی هم استفاده بکنید، فکر میکنم خوب باشه، چون که راحت تر میتونید متوجه بشید که رادیکال هاتون چه رادیکال هایی هستن و از بزرگترین عددی که میتونید استفاده بکنید مثل این.
پس یادتون باشه این سه تا سوال خوب بودن واسه تجزیه کردن های عدد ها و رادیکال ها. خب سوال 8 رو داریم. این سوال هم باز دوباره چون پایه هفتم خوندید فکر می‌کنم خیلی ساده باشه براتون، ولی خب من آوردم چون اکثرا تو امتحان هست. فقط یه نکته‌ای داره که یه سوالی داره که امسال میخونیدش و قبلا باش آشنایی نداشتید. خب شروع کنیم به حل کردن تا برسیم به اون سوالی که امسال میخونید. بچه توی حل این سوال ضرب داره، خب قانونهای توان رو داریم، میگیم اگه پایه‌ها یکی بود توان‌ها رو جمع کن تو ضرب، یا برعکس توانا مساوی بود تو ضرب پایه ها رو ضرب کن. خب اینجا الان کدوم حالته؟ بچه حتما نباید ترتیب رعایت شه. تو ضرب میتونید مثلا اینو با هر کدوم که دوست دارید بگیرید، یه جوری باید انتخاب کنید که یا تواناش یکی باشه یا پایه هاش. خب تنها حالت ممکن این حالت هستش که من اینو انتخاب بکنم، این دوتا رو. چرا؟ چون الان توان های هر دوتاشون با هم برابره. خب توان های یکیه چیکار میکنم؟ سریع یکی از توان ها رو مینویسم. پس چی شد؟ اگه توان ها مساوی بود سریع چیکار میکنم؟ یکی از توان ها رو مینویسم. خب من مینویسم 6. پایه ها بچه ها یه 3 داریم یه 2 داریم. حالا تو ضرب پایه ها چی میشه؟ در هم ضرب میشه. به این نکته دقت کنید. پس تا اینجا میشه 6 به توان 6. خب حالا میخوایم ادامه بدیم. الان شاید بگید خب این دو تا رو ما هم حل کنیم، میشه بچه ها؟ نه نمیشه. چرا؟ چون اینجا نه پایه های یکی نه توان ها. بهترین کار اینه که شما یه بار دیگه سوال رو بنویسید. الان داریم 6 به توان 6، یه دونه داریم 6 به توان 3، دیگه چی؟ این یادتون نره ها، 5 به توان 9 هم بنویسید. خب این سه تا رو نوشتیم، حالا نوبت اینه که دوباره حلش بکنیم. الان این سری بچه کار بکنیم؟ این سری من میگم که این دوتا قابل حله دیگه، درسته بچه ها؟ چون پایه ها با هم برابره توان ها رو باید چکار بکنیم؟ اگه پایه ها یکی بود تو ضرب سری یکیشو بنویسید بچه ها. سری مینویسم 6. خب توان ها چی میشه؟ تو ضرب توان ها با هم جمع میشه بچه ها، دقت کنید، در ضرب توان ها با هم جمع میشه. پس 6 با 3 میشه 9. خب رسیدم 6 به توان 9، ضرب داره 5 به توان 9. خب الان دیگه نوبته چیه بچه ها؟ تو ضرب توانا یکیه، سری یکشو بنویسید. پایه ها رو در هم چیکار میکنیم؟ دستون رو بذارید، نوها رو کار نشه، خودش گفته 6 5 تا 30 تا، پس میشه 30 به توان 9. اینم از این سوال. قسمت ب رو من اینجا نوشتم بچه ها. قسمت ب باید این دوتا سوال رو حل بکنیم، صورت جدا مخرج جدا. چرا؟ چون اینجا تقسیم داره، من باید اینو جدا حل کنم، اینم جدا حل بکنم، ولی یه جاهایی میشه صورت و مخرج رو از بالا و پایین با هم حل بکنیم. الان توی حل این سوال دقت بکنید بچه ها. خب برای حل این سوال من میگم که یه خط کسری، توانا یکیه، سری یه دونه از توانا رو بنویس. خب پایه ها تو تقسیم وقتی تواناش رو مساویه چیکار میکنیم بچه ها؟ دستتون رو بذارید رو هفته، خودش گفته 6 تقسیم بر 2، 6 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 6 تقسیم بر 2 میشود 3، پس شد 3 به توان 7. میریم مخرج. بچه چی مساویه؟ پایه ها یا توان ها؟ اینجا پایه ها، پس سریع یکی از پایه ها رو مینویسیم. توان ها 6 و 5. بچه توی ضرب پایه ها رو چیکار میکنیم؟ نگید ضرب میکنیم، ما غلطه. توی ضرب اگه پایه های یکی بود یکشو مینویسیم، توان ها رو با هم جمع میکنیم، پس 6 و 5 میشه 11. خب الان خیلی راحت شد بچه ها، حلش کردیم. بعضی فکر می‌کنن دیگه تمومه، ولش می‌کنن. این غلطه بچه‌ها، ادامه داره. چرا؟ چون الان باز پایه‌ها مساویه. تقسیم پایه‌ها مساوی بود چیکار می‌کنیم؟ یکی از پایه‌ها رو می‌نویسیم، توانا رو از هم کم می‌کنیم. خب اینجا یه نکته‌ای داره، بعضی میگن 11 منهای 7 میشه 4. این غلطه. چرا؟ چون شما جواب رو همیشه باید جایی بذارید که بزرگتره اونجاست. الان توی این سوال بزرگی مگه پایین نیست؟ پس شما باید جواب رو پایین بنویسید. پس بالا میگم چی بنویسید؟ 11 منهای 7 میشه 4. پس شما اینجا می‌نویسید 3 به توان 4. بالا هیچی نداریم، پس میشه 1. این نکته رو دقت کنید، 99% بچه‌ها نمیدونن که این توان 4 رو 3 به توان 4 رو میان بالا تو صورت می‌نویسن، ولی چون 11 بزرگتره ما جواب رو توی مخرج می‌نویسیم. حتما بهش دقت بکنید. خب بریم سراغ سوال بعدی.
این سوالو داریم. اینجا بچه حلش دیگه دقت بکنید، طبق نکته که گفتم الان ما باید دو تا انتخابمون این دو تا نمیشه. چرا؟ چون نه پایه های یکی نه توان ها. پس انتخاب من اینجوریه، دو تا 15 ها توان هاش تو تقسیم، بچه بینشون تقسیمه، نگید ضرب، این دو تا رو انتخاب کردم. خب من یه خط کسری میذارم، میگم 15 8 و از 5 کم میکنم چون بینشون تقسیمه، پس میشه 15 به توان 3. چرا بالا گذاشتم بچه ها؟ الان باید بدونید، به خاطر اینکه 8 بیشتره بالاست. خب میرم سراغ این دو تا. این دو تا رو میخوام حل بکنیم بچه ها، چیکار بکنیم؟ برای حل این سری میام این دو تا رو حل میکنم. جواب این دو تا میره پایین یا میره بالا؟ بازم امکان داره هر دو جا باشه، چون پایه ها 3، پس توان 6 بزرگتر، جواب با پایین بنویسید. خب پس می‌نویسم 3 بچه‌ها، توان 6، توان 3 باید از هم کم بکنم، 6 منهای 3 میشه 3، پس پایین نوشتم. چرا؟ چون که توان پایین بزرگتر بود. خب بازم ادامه میدیم، الان توان ها یکیه، یکی از توان ها رو بنویسید، پایه ها رو تقسیم کنید، 15 تقسیم بر 5 میشه 5، پس جوابمون شد 5 به توان 3. فکر میکنم این سوال رو هم کامل متوجه شده باشید، چون مطالبش مال کتاب پارسالتون. خب این چیزی که امسال یاد میگیرید این سوال بچه ها، برای حل این سوال میگم 3 به توان 5 به علاوه 3 به توان 5 به علاوه 3 به توان 5. بچه شما 3 به توان 5 دارید، چند تا اگه جمع بود اینجوری میگید، میگید که چی داریم بچه ها؟ 3 تا 3 به توان 5 داریم. پس چجوری حل میکنیم جمع رو؟ این سوال امتحانیه، چون مطلبی که امسال قراره یاد گرفتید، امسال یاد گرفتید، پس باید حتما به دال توجه کنید. پس میگیم چی میبینیم؟ 3 تا 3 به توان 5 میبینیم. خب 3 تا 3 به توان 5 پایه ها یکیه، بنویسید. توان نداره بچه ها، نداره یعنی یکی دیگه. خب توان یکه، با 5 جمع میشه 6. پس این سوال قسمت دال یا چون باشه سوال مهمه امتحانی امسال هستش. خب ادامه میدیم، میرسیم به سوال 9. قرار مقدار تقریبی جذر رادیکال 73 رو تا یک رقم اعشار به دست بیاریم. خب بچه رادیکال 73 رو من بنویسم، رادیکال 73. خب رادیکال 73 رو بنویسید، میخوایم ببینیم تقریبا چند میشه. برای که بفهمیم تقریبا چی میشه یه جدول میکشیم، عدد و مجذور. بازم اینو پارسال داشتید. خب عددتون رو میگید اول از چند شروع کنید، چون رادیکال 73 بین چند و چنده بچه ها؟ دو تا عدد بگید جذر کامل داشته باشه. 73 میشه اینجا 81 میشه اینجا 64 میشه، درسته؟ بین 8 و 9 هستش. خب بین 8 و 9 هستش، من بین 8 و 9، وسط 8 و 9 چنده؟ 8 و نیم رو انتخاب میکنم، پس اینجا می‌نویسم 8 و نیم. خب وقتی 8 و نیم رو نوشتم، اینجا باید مجذور، یعنی 8 و نیم رو به توان 2 برسونید، اینجا به دست بیارید که من بذارید به دست بیارم، جواب میشه 72.25. 72.25. پس چجوری شد این؟ اینو به توان 2 رسوندم، یعنی ضرب در خودش کردم، رسیدم به 72.25. خب این یه مرحله. ادامه میدیم بچه ها، عدد بعدی رو چی میگیریم؟ 8 و نیم. چون از 72، ببینید بعد 73 برسیم، مال من 72.25 کم داره، بعد اضافه بکنم بهش، پس به 8.5 یک دهم اضافه میکنم، این سری با 8.6 حلش میکنم. اگه این از این بیشتر بود باید کم میکردید، یعنی 8.4 مینوشید، ولی چون باید بریم به سمت 73 یه دهم بهش اضافه کردم. این نکته رو دقت کنید، یک دهم اضافه شد. خب حالا 8.6 رو به توان 2 میرسونیم، اینجا جواب میشود 73.96. خب الان دیگه کار تمومه، چون 73 رو رد کرد. خب بین این دوتا جواب کدوم میتونه جواب شما باشه بچه ها؟ بعضی از دبیران میگن جواب کوچیکتر رو انتخاب کنید، پس این خوبه، پس 8.5 خوبه. یا بعضی از دبیران میگن عدد نزدیکتر، ببینید این 96 صدم با این فاصله داره، این 75 صدم، میتونید از هم کم کنید پیدا کنید. خب بازم این درسته، پس در هر دو صورت جواب درست شما میشود 8.5. بعضی به اشتباه بچه اینو مینویسن، این جواب شما نیست، شما باید عدد رو بنویسید، پس تقریبا جواب شما میشه 8.5. اینم از این سوال. بریم سوال بعدی. خب رسیدیم به فصل
میانگین چند تا سوال حل بکنیم. بچا سوال میانگین رو خوب دقت کنید چون نکته های ریزی توش داره. گفته میانگین قد 5 نفر 172. من اول جدولی که میکشم توی جدولم توی ردیف مینویسم میانگین، توی ردیف مینویسم مجموع، توی ردیف هم مینویسم تعداد. خب یه فرمول داریم، میدونیم که فرمولمون اینه x بار میشود s به n، یعنی میانگین میشود مجموع به روی تعداد. خب حالا من میخوام این سوال رو حل بکنم. اینم x بار یعنی میانگین. خب بچه ها پس s رو باید، اگر s رو داده بود همیشه تقسیم میکنیم، s رو نداده بود ضرب میکنیم. این نکته یادتون بمونه. خب الان بریم عدد گذاری کنیم. بچه ها الان عددی که داریم چیه؟ میانگین قد 5 نفر، پس تعداد ما میشه 5. خب پس یادتون باشه 5. خب 172 چیه بچه ها؟ میانگین 172. پس میانگینش رو میذاریم 172. خب بچه هر وقت دو تا عدد رو داشتید سومی رو خودتون باید حساب بکنید. میگیم چطوری حساب میشه؟ بچه اگه مجموع رو داشتید تقسیم کنید، اگر نداشتید ضرب کنید. الان شما واسه حل این قسمت باید ضرب بکنید. خب یعنی چی؟ یعنی 172 ضرب در 5. خب بذارید من اینجا رو پاک کنم که اینجا. خب ادامه بدیم. 172 رو باید ضرب در 5 بکنید که جوابش میشه 860. خب این از این، این توی تا یک مرحله رفتیم. حالا میخوام ادامه بدیم. اینجا رو من خط میکشم دوباره ادامه میدم. حالا این سری به من میگه که بچه من فرمولو پاک میکنم دیگه، دقت بکنید فرمولو یه گوشه نوشته باشید. خب به من میگه که اگر بلندترین قد که قدش 160 رو حذف بکنیم، خب یعنی چی؟ یعنی یه نفر رو کم بکنیم، پس تعداد جدید من چی میشه بچه ها؟ تغییر میکنه. تعداد جدید من میشه چی بچه ها؟ خب بذارید من با رنگ، خب تعداد جدید من 5 تا بوده، قرار شد یکیشو حذف کنیم. اینجا گفته حذف، پس 5 تا یه دونه کم میکنیم میشه 4 تا. الان تعدادتون 4ه. خب مجموع ما 860 بود بچه ها، قرار 160 ازش کم کنیم. خب پس اینم ازش کم میکنیم. از 860 160 رو کم بکنیم جواب میشه چند؟ 700. خب پس اینم داریم. الان میانگینمون رو نداریم. خب پس میانگین رو نداریم، مجموع رو داریم و تعداد رو هم داریم. خب برای حل این سوال الان چیکار میکنیم بچه ها؟ میگیم که باید ضرب کنیم یا تقسیم؟ بگید سریع. خب پس اینجا شد 700. هر وقت گفتم اس رو بهتون نداد ضرب، هر وقت اس رو بهتون، البته بگم میانگین رو به ما داده، اینجا البته سوال. خب میانگین رو به من نداده ولی مجموع رو داده. هر وقت مجموع داد باید تقسیم کنید. شما کافیه 700 رو تقسیم بر 4 بکنید تا اینجا میانگین به دست بیاد. پس می‌نویسم 700 تقسیم بر 4 که اگر 700 رو تقسیم بر 4 بکنید میرسید به عدد 175. پس جواب کلی شما میشود 175. این جواب میانگین قد بقیه دانش آموزان هستش. سوال خاصی نیست. دقت کنید با چیزایی که میگم اگر گوش بکنید بچه ها مشکل دیگه نمیمونه و خیلی راحت میتونید حل کنید. خب سوال بعدی میانگین نمرات 5 در 3 مینا شده 15.5. دوباره همون کار رو تکرار بکنیم بچه ها. الان اول میگیم چی داریم؟ میانگین، بعد چی داریم؟ تعداد و مجموع. خب مجموع و تعداد. خب بچه میانگین چنده توی این سوال؟ ببین چیا رو به ما داده؟ گفته میانگینه نمرات 5 درس، پس اینجا تعداد داده 5، پس می‌نویسم 5 تا. میانگینش چنده بچه‌ها؟ میانگین همینه دیگه، صد میانگینش 15.5. خب میذارم 15.5. خب دیگه چی داریم؟ مجموع رو خواسته. بچه هر وقت دو تا عدد رو داد
گفتم اگر مجموع رو ازتون خواست باید چیکار بکنید؟ ضرب بکنید. پس کافیه 5 رو ضرب در 15 و نیم بکنید. جواب 5 تا 15 و نیم رو حساب بکنید، جوابتون میشه 77 و نیم. خب الان مجموعمون رو تا اینجا داریم. حالا ادامه سوال چی گفته؟ گفته اگر دو درس دیگر او 18 و نیم و 19 و نیم شده باشد میانگین کل چقدر میشه؟ اینجا بچه‌ها چیکار بکنیم؟ اضافه بکنیم. چرا؟ چون دو تا درس دیگر رو یادش رفته بوده حساب بکنه، الان اینجا اضافه کرده. پس ما میگیم الان دو تا 18 و نیم و 19 و نیم رو باید به چی اضافه بکنیم؟ و آیا کدومو تغییر میکنن بچه‌ها؟ اینجا دقت کنید، تعدادتون 5 تا بوده، دو تا دیگه اضافه بکنید، پس 5 با 2 جمع میشه، جوابتون 7 تا میشه. اینو دقت بکنید، مجموعتون این دوتا رو باید جمع کنید به این اضافه بکنید. پس یادتون باشه این عدد رو به علاوه 18 و نیم و به علاوه 19 و نیم میکنید. خب 18 و نیم، 19 و نیم و 77 و نیم رو اگر محاسبه بکنید جوابش رو، جوابتون میشه 115 و نیم. ببینم 115 و نیم بعد. خب پس 115 و نیم، اینم از مجموع جدیدتون. تعداد جدیدتون هم 7ه. حالا این دوتا رو دارید، میانگین رو ندارید. خب میانگین کل درس ها چجوری حساب میشه؟ بچه با این ردیف دیگه کار نداریم، دوتا رو داریم، سومی رو چجوری به دست میاریم؟ مجموع رو داریم، اینم داریم، همیشه باید برای پیدا کردن میانگین تقسیم کنیم. کافی 115 و نیم رو تقسیم بر 7 بکنیم. من این بالا می نویسم 115 و نیم یکش با یه رنگ دیگه بنویسم که بهتر متوجه درس بشید. خب 115 و نیم تقسیم بر 7. خب به چه جوابی میرسیم؟ جواب میشه 16 و نیم. پس معدل جدیدش شد 16 و نیم. اینم از این سوال میانگین کل این درس. خب رسیدیم به سوالات جدول بچه ها. اینجا رو دقت بکنید، یه سری داده داریم، دامنه تغییرات خواسته. اگر عدد داشتید دامنه تغییرات خواست، باید بزرگترین داده رو منهای کوچکترین داده بکنید. الان بزرگترین عددمون چنده بچه ها؟ اینجا میشه 12. کوچکترین عددمون چنده بچه ها؟ 3. درسته؟ دامنه تغییراتمون پس میشه چی؟ 12 منهای 3 که میشه 9. این شد دامنه تغییرات. خب حالا میخوام داده ها رو به 3 دسته تقسیم کنیم بچه ها. وقتی میگه به 3 دسته تقسیم بکنید یعنی دامنه تغییراتتون رو باید تقسیم بر 3 کنید. خب کافیه 9 رو تقسیم بر 3 کنید، میشه 3. این 3 میشه طول دسته شما. خب گفته جدول رسم کنید، بریم جدول رسم کنیم ببینیم چطوریه جدولمون. خب من سعی میکنم جدول رو یه جوری بکشم که اطلاعاتمون هم اینجا داشته باشیم همزمان. بذارید یکمی بریم بالاتر. خب خوبه، میام جدول رو رسم بکنیم بچه ها. دقت بکنید جدولی که رسم میکنیم، خب من با رنگ آبی حل بکنم. خب یه جدول میکشم، تو جدول چیا رو داریم؟ حدود دسته، دیگه چی داریم؟ خط نشان، دیگه چی داریم؟ فراوانی، دیگه چی داریم؟ مرکز دسته، و دیگه چی داریم؟ فراوانی ضرب در مرکز. خب این چیزایی که داریم میخوایم جدولمون رو حل بکنیم. الان اولین کاری که میکنیم اینه که شما از این داده هایی که باید شروع بکنید، چون گفته 3 دسته پس 3 ردیف میکنیم، 1، 2 و 3. خب ردیف اول حدود دستتون، کوچکترین داده ای که داشتید چی بود؟ 3. پس مینویسم از 3 تا چند بچه ها؟ از 3 شروع میکنم تا حالا چند تا چند تا میریم جلو. بچه ها به این باید دقت کنید، چون طول دستتون 3 در اومد، 3 تا برید جلو. پس 3 تا داریم اینجا، ایکس 3 تا، بهش 3 تا دیگه اضافه کنید میشه چی؟ 6. خب بریم بعدی، ردیف بعدی از این 6 شروع میکنم. فقط قبلش بگم اینجا رو حتما مساوی بذارید، این ور رو نه. خب این سری میشه از 6 تا
بازم چند تا بهش اضافه میکنیم، بازم چون طول دست سه، سه تا، شش تا این میشه نه تا. خب بعدی میشه از نه تا چند بچه ها؟ سه تا بهش اضافه کنید میشه نه تا دوازده. خب نه تا دوازده هم داریم. اینجا هم ردیف مجموع رو مینویسیم. خب الان من میخوام خط نشان و فراوانی رو پیدا بکنم. برای حل این سوال بچه ها دقت بکنید، شما اول باید کاری که میکنید خط نشانش رو بکشید. از سه تا شیش چند تا عدد اینجا داریم؟ سه یه دونه، خب یه خط نشان میکشم. دیگه چی داریم که بین سه و شیش باشه؟ سه هست خط زدم، پنج هست یه دونه خط نشان دیگه، این شش بچه ها جزوش نیست. چرا؟ چون مساوی نداره. تا اینجا شد دو تا عدد. پس چیکار میکنم؟ میگم فراوانیم شد دو. میرم سراغ قسمت بعدی. حالا این سری از شش تا نه رو باید بریم. از شش تا نه چی هست؟ خب رنگش رو عوض بکنم که متوجه بشید. این سری شش قابل محاسبه است. یه دونه، هشت هم هست، دو تا، نه هم هست. نه نه نیست بچه ها چون مساوی نداره. پس دیگه چی داریم بچه ها؟ یه دونه دیگه هم داریم، هفته بچه ها. پس هفت هم هست. خب شد چند تا؟ یک، دو، سه تا. پس من سه تا هم خط نشان